برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. مؤسسه فرهنگی خیریه حضرت ام ابی ها سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا صدها بسته معیشتی ویژه رمضان العظیم 1445 را در شهر مقدس قم توزیع کرد. به گفته مسئولان مؤسسه حضرت ام ابی ها سلام الله علیها این مجموعه صدها بسته کمک معیشتی را به دست خانواده‌های نیازمند، ایتام و بی سرپرست در این شهر مقدس رسانده است. این اقدام خیریه هر سال توسط این مؤسسه به اجرا در می‌آید و طی آن صدها بسته معیشتی به دست خانواده‌های کم برخوردار در کشورهای عراق و ایران می‌رسد. گارد ساحلی تونس روز یکشنبه 7 آوریل اعلام کرد که اجساد 13 پناهجو را از آب بیرون کشیده است. به گفته گارد ساحلی تونس به دلیل چندین حادثه دیگر در بحیره مدیترانه بیش از 1800 پناهجوی دیگر را از غرق شدن نجات داده است. با بهبود وضعیت آب و هوا، حرکت قایق‌های مربوط به پناهجویان به سواحل ایتالیا افزایش یافته است. بسیار از پناهجویان به امید زندگی بهتر در کشورهای اروپایی مسیرهای غیرقانونی و خطرناک را سفر می‌کنند که در برخی موارد باعث جان باختن پناهجویان نیز می‌شود. پناهجویان با عبور از مسیرهای پرخطر و تقبل دشواری‌های فراوان تلاش می‌کنند خود را به کشورهای اروپایی و آمریکایی برسانند. سازمان غیر دولتی نظارت بر رسانه‌ها و آزادی رسانه‌های یمن از افزایش سلب آزادی روزنامه‌نگاران و مؤسسه‌های رسانه‌ای در این کشور در سال 2023 میلادی خبر داد. این سازمان با انتشار گزارشی از 54 مورد سلب آزادی روزنامه‌نگاران و مؤسسه‌های رسانه‌ای در یمن در سال گذشته میلادی خبر داد که آماری بالا به شمار می‌رود. این گزارش افزود از مجموع اتفاقات رخ داده در این زمینه 51 مورد علیه روزنامه‌نگاران بوده، یعنی بیش از 95% از کل سلب آزادی‌ها، و تنها 3 مورد علیه مؤسسه‌های رسانه‌ای صورت گرفته است.